وقتی انقلاب ایران اتفاق افتاد، با وجود اینکه در همون ساعات اول چند نفر رو به عنوان پیشخدمت‌های شاه یا پیشخدمت‌های ملکه به مدرسه علوی آوردن، دستگیر کرده بودن و حتی بعضیا میگفتن باید اعدامشون بکنیم تو خیابون، در همین حال سه نفر از اعضای خانواده رضا شاه در تهران بودن. بزرگترین دختر او، کوچکترین فرزند او و آخرین زن او، یعنی ملکه عصمت، همدم سلطنه و حمید رضا، کوچکترین بچه رضا شاه، اینا در تهران بودن. غیر از این زن احمدشاه قاجار هم در تهران بود. غیر از این چند نفر و شاید بیشتر از چند نفر از باقی مانده شاخه اصلی سلطنت دوره قاجار هم در تهران بودن. هیچ کدوم از اینا احساس نگرانی نکرده بودن و روزگار هم همینطور گذشت. همدم سلطنه، یعنی بزرگترین دختر رضا شاه، رو یک دو بار برای احضار بردن. ملکه عصمت، آخرین زن رضا شاه که بیشترین فرزندان هم برای او آورد، یعنی 5 تا از بچه های رضا شاه مال او بودند، او هم مونده بود. او رو هم یک دو بار احضار کردن، بعد بهش گفتن باید اموالتو مصادره کنیم، به حال او هم موند. حمید رضا پسر رضا شاه بود، بنابراین گاهی اوقات تو خیابون نشونش میدادن با هم. معتاد بود و بی سر و سامان بود. چند سال قبل او رو از القاب معاف کرده بودن، دیگه بهش بالا حضرت یعنی پرنس نمیگفتن، القابش رو ازش گرفته بود به خاطر همین نوع زندگی بی سر سامانی که داشت. ولی او مونده بود، کارهای عادی میکرد، گاهی اوقات کسی رو پیدا میکرد، مثلا فرض کنین از آدمای ثروتمند ازشون کمک میگرفت. معتاد بود به شدت و بعد از انقلاب هم همون اعتیادش او رو به زندان انداخت. در زندان اوین، در دوره‌ای که اعدام‌های وسیع صورت می‌گرفت، در دوره‌ای که مجاهدین و بقیه کشته می‌شدن، لاجوردی حاکم بود، در گوشه این زندان کوچکترین فرزند رضا شاه هم بود. و از قضا تعریفی که جماعت می‌کنند میگن که این فرزند کوچک و به ظاهر منحرف رضا شاه آدم خیلی محبوبی هم بود، به خاطر اینکه انگار همه از زندانبان و بقیه متوجه شدن که یه موجود عجیبی است، یک حکومتی سرنگون شده و این فرزند بنیانگذار اون حکومته. ولی در حقیقت در زندان کسی با او کار فوق‌العاده‌ای نداشت. بعد از اینم که بیرون اومد که بیمار بود، مدت کوتاهی بعد فوت کرد.